حالا وارد شدیم نعمتهای بهشت خدا میگه. در آیه قبل فرمود که بهشتی ها در بهشتی هستن، باغ ها دارن، نعمت ها دارن، کامیابند، خداوند را از عذاب جهنم حفظ میکند. بهش گفته میشه کلوا واشربوا هنیئا، رو تخت ها نشستن، تخت های ردیف شده، حورالعین دارن، زنان چشم درشت سیاه و زیبا. و یطوف علیهم ولدان غلمان، دائما برای خدمت بچه های دور اینها تاب میخورن. مسئولین پذیرایی یه نوپسرهایی هستن، نوجوانهایی هستن که انهم لؤلؤ مکنون، مثل مروارید در صدف. یطوف و طواف میکنن، یعنی در اختیارن، دور شما تاب میخورن. غلمان، حدیث داریم غلمان بچه های کفار که از دنیا میرن اونجا تو بهشتن، ولی مسئول پذیرایی هن. چون عمل صالحی نکردن بهشتی نیستن، چون بچه بودن گناهی هم نکردن جهنمی نیستن. از فضا و نعمتهای بهش استفاده میکنن، ولی اینها در رده پذیرایی هستن. و یطوف علیهم غلمان لهم، غلمان لهم یعنی این مثل که یه بیمار را پرستار خصوصی برش میگیرن. غلمان لهم، نوپسرای متعدد لهم، یعنی اینها در اختیار شما، جای دیگه نمیرن. این مسئول مثل که انسان محافظ شخصی داره یا راننده شخصی داره. غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون، مثل مروارید در صدفن. این پیداست حجاب یک ارزشه، مروارید لخن، مروارید در صدف. اینقدر این چون یکی از لذت‌ها اینه که او کسی که غذا رو میاره، این خود غذا یه لذته، او کسی هم که میاره اگر یه آدم خوش قیافه خوشگل نوی باشه، خود اون غذا مسئول پذیرایی هم بر لذت غذا میافزاد. یا طوف طواف میکنن، پس نمیرن از دوره. غلمان همه نوپسرن، لهم مخصوص خودت هستن، جای دیگه نمیرن. قیافه مثل مروارید در صدف. لولو مکنون دو بار تو قرآن اومده، یه بار برای همسرای بهشتی اومده، یه بارم برای خادمین بهشتی. حالا و اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، بهشتیا بعضی رو به هم دیگه میکنن و از یکی میپرسن که رمز این همه کامیابی چیه، چطور شد ما بودیم بهش. مثلا حاجی ها مکه به هم میرسن میگن تو کی اومدی، با کدوم پرواز اومدی، مدینه جلو بودی، مدینه عقب بودی، اصلا میپرسن کی اومدی. در بهشت هم اصلا میپرسن و اقبل بعضهم على بعض، به هم دیگه رو میکنن، يتساءلون، سوال میکنن که چطور شد ما به این همه نعمت رسیدیم. میگن ما درد داشتیم، ما بیخیال نبودیم، پسر مهاجرف رفت، دختر مهاجرف رفت، نماز خوند خوند، لقمه حلال خورد خورد، نخورد نخورد، با کی رفیق شد، ما چه لقمه خوردیم. میگن ما دغدغه داشتیم. قالوا انا کنا قبل فی اهلنا مشفقین، ما پیش از در دنیا نسبت به خانوادهمون مشفق بودیم، خیرخواه بودیم، اونها رو از عذاب هشدار میدادیم، یعنی نسلمون نسبت به نسلمون دلهاره داشتیم. این آیه میخواد بگه چقدر مسئولیت انسانی که نسبت به نسلش، بچه چه فیلمی میبینه، تو ماهواره چه میبینه، سیدیا چیه دستش، کدوم مدرسه میره، استادش کیه، رفیقاش کیه هستن. انا کننا قبل، ما در دنیا نسبت به اهل، رمز بهش رفتن اینه که پدر و مادر نسبت به بچه‌شون بی خیال نباشن.